که اونا طرفدارشان هستن، اونا عملا با شرایط فعلی همخوانی و سازگاری نداره. پس به این اساس هنوز به عقیده ما البته علت جنگ برطرف نشده. صلح با کی؟ اونا با کی صلح بکنن؟ با قوتهای خارجی؟ یا با 68 نفر؟ و یا فرض مثال با دولتی که اونا خودشم نمیخوان و قانون اساسیشم نمیخوان؟ در یک دولتی که اونا از ریشه اون رو نمیخوان، چطور در اونا بین سهیم میشن؟ این یک جهت قضیه است. جهت دیگه است که بسیار پیش از وقت خواهد بود که ما بسلا پیش داوری بکنیم نسبت به این مسئله. میکانیزم هنوز در راه است، تا هنوز عملی نشده. درست؟ چند قدم عملی که برداشته شد در اون صورت دم میتونه که آینده زیره یا عواقب زیره یا قدم های نهایی زیره تا اگر اندازه پیش مین باشه. هنوز کار در راه است. و یک مشکل دیگه که من البته ببخشید نیز سوال شما کمک برید، من سر میکانیزم انتخاب از این افراد هم گپ دارم. نال وقتی که ما میگیم که به اون طرف یک مقدار بیشتر باید ارج گذاری شد، ما باجدی نمیگم، ارج گذاری میگم، اگر ارج بگذاریم به طرف، اگر این رقم باشه، پس آیا اینمی افرادی را که ما انتخاب کردیم یا گزینش کردیم یا مصلحت بینی کردیم، ما مصلحت کشور را باید لحاظ بکنیم یا مصلحت افراد را که آزادن شد؟ یعنی افرادی که انتخاب شدن بله. در کل ناشایسته است؟ نه، که میگه ناشایسته؟ اینا ما هیچ وقتی نظرم این نیست، نظرم این است که درست است، در بین افراد کسایی هستند که حالا ما در رهبریش چیزی نمیگیم که دوستا آزادن نشن، در صفوف یا در بدنه های ازی کمیسیون ما بسلا اسم نمیبرم، ولی افرادی را میبینم که اونا هیچ سنخیتی با اونمو طرف ندارن تا که اونا مشترکات را پیدا نکنن. چطور میتونن فرض مثال با اینی میخوام افرادی که خود اونا را نمیخوان با اونا تفاهم بکنن؟ شما میگین که بله. بر علاوه رهبری جرگه بله. بله. پس تمام 68 نفری که در این شورا البته وضعیت دارن، ای که چی کسایی که در سطح رهبری قرار داره، فکر میکنم از نگاه صلاحیت ها و مذاکره بله. و طالب ها همگیشان صلاحیت یکسان دارن. پس شما به خاطر آزردگی یک ایده نمیخواین صحبت بکنین و یا ایست که در کدام ایسه از این شورا شما چی رو میبینین؟ افراد رو میبینین که اونا آماده از این هستن و یا طرف مقابل آماده از این است که با اینا مذاکره بکنن؟ من عرضم ای است خدمت شما، البته سوی تفاهم پیش نبه، من عرضم ای است که بهتر بود که به خاطر حل مشکل ملی به نظر ملت مراجعه میشد. یعنی آیا حال به نظر ملت مراجعه نشد؟ نه، تقریبا این شکل گزینشی است. بسیار خوب، برخواد گشتیم خدمت شما. آقای سعادتی، از شما میخواستم بپرسم در کل وضعیت شورای عالی صلح و این حرفایی که تای چند روز از جانب اینها البته به شکل کار هر روزی که انجام میتن صورت میگیره، ای از دید شما چی گونه است؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که دوستای بزرگوار اشاره کردن، یک چیزی که مورد توافق همه طرف های درگیر است و در هر میز هم مورد توافق همگی است، ضرورت صلح است. پس وقتی ما قبول میکنیم و اعتراف میکنیم که صلح یک ضرورت است، بنابراین تلاش های دولت افغانستان را در جهت آوردن صلح در اصل تایید میکنیم، کار درست است. اما چیزی که بسیار مهم است و باعث اختلاف نظر میشه، چگونگی رسیدن به صلح است. جناب ایشان به نقاط بسیار مهم اشاره کردند. وقتی ما برمیگردیم به انگیزه های جنگ که چرا جنگ به وجود آمده است، اختلاف سر چی است، در اینجاست که ما میفهمیم که چی باید داده شد. اختلاف طالبا با دولت فعلی افغانستان اختلاف ایدئولوژیک است. اونا از اساس دولت افغانستان را و راهکارهایی که مشروعیت داده برای دولت افغانستان، اینها را نمیپذیرند. بنابراین وقتی اینها را نمیپذیرند، طوری که ایشان هم اشاره کردن، نمیتوان با تقسیم قدرت با اینا کنار آمد. موضوع دیگه ای که ایشان جناب استاد اشاره کردن، ما میخواییم دورت باید یک مقدار توضیح بدم. جنگ طالبا در افغانستان جنگ قدرت هست، این گونه نیست که جنگ قدرت نیست، اینها برای قدرت می جنگن. اما تفاوتی که هست، نگاه اینا با قدرت
نگاه ایدئولوژیک است در قدم اول، و در قدم دوم نگاه انحصاراندیش است، انحصارگرا است. اینا با توزیع قدرت ایدئولوژیک باشه و چطور انحصاری ببینید با توزیع قدرت مخالف است، چیزی که ارزش های جدید با او موافق است، و با چرخش قدرت هم مخالف است، چیزی که باز هم انتخابات و طبیعت انتخابات رو اقتضا میکنه. پس جنگی که طالبان میکنه جنگ قدرت هست، در واقع قدرت ایدئولوژیک میخواهد اینا. اما چیزی را که از طریق انتخابات قدرت توزیع میشود یا چرخش پیدا میکند، اینا رو طالبان رد میکنه. بنابراین قضیه طوری که هر دو بزرگوار اشاره کردن بسیار عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر از این هاست. من نمیگم که تلاش های صلح جویانه دولت افغانستان یا شورای صلح ره به جایی نمیبرند. من امیدوار هستم که این تلاش ها به نتیجه برسد. اما بحثی است که سطحی گرفتن این مسائل و دادن چوک از طریق دادن پول و خانه و اینها نمیتوان به صلح رسید. تنها یک راه سوء استفاده باز خواهد شد که تعدادی به نام طالبان بیایه خانه بگیره و پول بگیره، و یا هم اگر طالبان هم بیایه کارار بکنه دوباره به صلح طالبان باز خواهد. بسیار خوب جناب خالد صاحب، شما به عنوان آگاهی امور نظامی و به عنوان یکی از رجال برجسته وزارت امور داخلی افغانستان که با این حکومت کار کردین مدتی، چی فکر میکنین آنچه استاد و سادتی سب اشاره کردن، و در ضمن ازی روی ازی که آیا شرایطی را که طالبان میگذارن که او هم خروج نیروهای خارجی از افغانستان هست در شرایط فعلی افغانستان امکان پذیر است؟ یک جانب سوال است، و نقطه دیگه ای است که چی فکر میکنین آیا افرادی که در شورای عالی صلح انتخاب شدن به خاطر مذاکره با طالبان، همانطوری که استاد هم روی از او اشاره داشتن، در کل یعنی نقص در اینها وجود داره و یا ایست که نقص در هر مجال از او با طالبان وجود داره که اونا نمیخواین مذاکره بکنن؟ خب ما مسئله قوای خارجی رو گفتین. نظر ما به ایست که اگر قوای خارجی هم برای جنگ طالب ختم نمیشه، ایره مطمئن باشه. قوای خارجی وجود نداشت، داری که من پیشتر عرض کردم حضور معظم شما و بیننده شما، این جنگ دوام داشت و طالب پیرو یک مکتب است که اون مکتب امروز صحیح تعریف شده در دنیا، و اون نمیخوان نه تقسیم قدرت میخوان، نه با ارزش هایی که امروز تمدن امروز که گویا دموکراسی است و امروز عصر پلورالیسم است و عصر است که از طریق احزاب و از طریق جامعه مدنی به قدرت رسیدن و قدرت به عام مردم تعلق داره و مردم هر کس حق رای داره، او با این سازگار نیستن. او اون خطوط فکری خود تعقیب، اگر تعقیب نکنه یک لحظه از اون انحراف کنه سقوط میکنه، او نابود میشه، او دیگه طالب نیست، و چیز دیگه از او جور میشه. یک دو مسئله افراد که کی است در صلح و در داخل ای القی صلح و شورای صلح. به نظر من یکی اگر تاریخ ما شما تاریخ افغانستان رو ببینین و در تاریخ یعنی اسلام و تاریخ دنیا رو ببینیم، یکی طرف های جنگ هستن، یکی مسلحین هستن. جرگه کردن وقت مفهوم میگیره که دو طرف منازعه قدرت بر نیروی سوم بسپاره، صلاحیت به او بسپاره، و یا نیروی سوم خودش در بین بیای استاد شوه به من قدرت خود بیای استاد شوه و اردویشه از امو خط دشمنی بیرون بکشه، یا نزدیکشان کنه یا دورشان کنه، تا که امو انرژی اضافی بر جنگ خلق شده او رفع شوه. این مسلحین در اینجا نقش میتانه بازی کردم که در اینجا ما مسلحین نمی بینیم، دیگر متحدین دولت و حامیای دولت و زعمای دولت در اینجا آمده شورای صلح را ساخته. از یک نگاه اینجا کمبود، از نگاه دیگر اینجا یک برتری باز وجود داره. چرا؟ امنا اگر جنگ نکنه پس صلح است، قدرت بده سین ناسته. امیز 68 نفر اگر شما بر یک لحظه داشته ببرین دیگه جنگ نیست، دیگه دولت هم نیست. دولت یعنی شما میگین که باعث